برای کار کردن با تصاویر در فتوشاپ باید با فرمت های مختلف فایل ها آشنا بشید و برای اینکه کار با فرمت ها براتون ساده بشه من اونا رو به سه دسته تقسیم بندی می کنم. اولین دسته بندی فرمت های اصلی یا فرمت هایی که تصاویر ضبط شده دارن هستند. بعد فرمت هایی که باشون با کار میکنیم برای فایل های مستر رو داریم که معمولا فایل های چند لایه فتوشاپ هم و بعد هم فرمت های خروجی که میخوایم در دیوایس های مختلف نمایش بدیم. کار با فرمت عکس هایی که میگیریم شروع میکنم. رایج ترین فرمت برای عکس های JPEG و را هستند. JPEG در حال حاضر پرکاربردترین فرمت فایل در عکاسی و فرمت بیشتر عکسایی که موبایل ها میندازن هستش. برای همه دوربین های دیجیتال هم امکان استفاده از این فرمت هست. مهمترین دلیل این محبوبیت هم اینه که حجمش خیلی پایینه و به همین دلیل عکس های زیادی رو میشه روی یک حافظه ذخیره کرد و به سرعت از اونا استفاده کرد اما خب فرمت JPG جی جی برای پایین آوردن حجم از فشرده سازی استفاده میکنه که باعث از بین رفتن یه سری اطلاعات میشه. کیفیت یه فایل JPG شدیدن به این بستگی داره که چه میزان از اطلاعاتش رو دور ریخته متاسفانه در بعضی سیستم ها مثل موبایل ها امکان کنترل میزان فشرده سازی رو نداریم اما توی دوربین های دیجیتال میشه میزان فشرده سازی و کیفیت رو مشخص کرد هرچند که همچنان باز هم بخشی از اطلاعات دور ریخته میشن با وجود اینکه شاید تفاوت یک عکس JPG با کیفیت بالا نسبت به یه فایل را معلوم نباشه اما موقع اعمال تغییرات مثل اصلاح نور یا اصلاح رنگ این تفاوت خیلی چشم گیره و واقعا به چشم میاد و در نتیجه یه کار هم خیلی تفاوت ایجاد میکنه به همین خاطر من اگر امکان انتخاب داشته باشم ترجیح میدم که به جای JPG جی جی تصاویرم رو با فرمت را ذخیره کنم را یه اصطلاح کلی برای فرمت های بدون فشرده سازی که دوبین های دیجیتال برای گرفتن عکس استفاده میکنند و به تازگی تکنولوژیش به موبایل ها هم اضافه شده تفاوت اصلی فایل های JPG و را در اینه که توی یه فایل را ما امکان دسترسی به همه اطلاعاتی که سنسور دوربین ضبط کرده رو داریم. البته فایل های را هم تصاویر رو فشرده میکنن اما با تکنیکی این کار انجام میدن که آسیب خیلی کمی بکستون وارد میشه. این باعث میشه که موقع ویرایش عکس و اصلاح رنگ و نور دستمون خیلی بازتر باشه. چون توی فایل های را اطلاعات بیشتری داریم و کار ساده تر. بیشتر شرکت های سازنده دوربین فرمت انحصاری خودشون رو برای فایل‌های های را ندارند و چون ساختارشون متفاوت عنوان یا اکستنشنشون هم فرق داره. مثلا توی دوربین‌های های نیکون از فرمت NEF استفاده میشه و در دوربین‌های های کنون از CRW. فرمت دوربین‌های سونی هم ARW است. اما خب در مجموع به همه این فرمت‌ها میگن را. یه فرمت دیگه DNG هستش که اون هم در مجموعه فرمت های را قرار می گیره اما تفاوتش اینه که انحصاری شرکت به خصوصی نیست. فرمت دی توسط شرکت ادوبی طراحی شده و برای ذخیره کردن هر نوع فایل را هستش. شرکت ادوبی جزئیات این فرمت فایل رو در اختیار همه شرکت ها گذاشته و علاوه بر اینکه خیلی از دوبین ها خودشون میتونن مستقیما با فرمت دی ان کنن الان این امکان رو برای خیلی از گوشی های همراه هم ایجاد کردند در ضمن با استفاده از برنامه هایی مثل لایت روم یا کمرا را یا تبدیل کننده یک شرکت ادوبی میشه فایل های را با فرمت های دیگر رو به فرمت DNG تبدیل کرد. گروه بعدی فرمت ها گروهیه که به فایل های مستر یا فایل هایی که ویرایش رو در اونها انجام میدیم مربوط میشن. از این فرمت ها برای ذخیره سازی فایل های چند لایه فتوشاپ استفاده میشه و فرمت های اصلیش PSD و TIFF هستند. خوبی استفاده از این فرمت ها اینه که باهاشون میتونیم هر چیزی که در فتوشاپ داریم رو ذخیره کنیم. یعنی از لایه ها و ماسک ها گرفته تا شکل ها. همچنین متن ها، اسمارت آبجکت ها و بقیه موارد. با وجود اینکه جفت این فرمت ها از فشرده سازی استفاده میکنن این فشرده سازی باعث از دست رفتن اطلاعات نمیشه و کیفیت تصویر افت نمیکنه. بعضی ترجیحشون اینه که از فرمت TIFF برای ذخیره سازی فایلشون استفاده کنن چون این فرمت رو در جای دیگه هم میشه استفاده کرد و فایل‌های تا حجم 4 گیگ میشه باهاش ذخیره کرد من خودم PSC رو ترجیح میدم اما الان دیگه خیلی تفاوت تا عمده بین این دوتا فرمت نیست و شما هر کدومو که میخواید میتونید استفاده کنید آخرین گروه فرمت‌ها به فایل‌های خروجی مربوط میشه یعنی فایل‌هایی که میخوایم در دیوایس های مختلف نمایش بدیم در بیشتر موارد ما نیاز داریم که یه نسخه به خصوص با اندازه و حجم مشخصی رو برای دیوایس مورد نظرمون ذخیره کنیم. برای یه کاهش حجم معمولا این فرمت ها از فشرده سازی استفاده می تا جابجا کردن و انتقال فایل ها ساده تر بشه. ما با ذخیره کردن یه فایل خروجی مجزا میتونیم فایل اصلی یا مستر رو دست نخورده نگه داریم تا بعدا اگر لازم شد جزیاتش رو تغییر بدیم. وقتی که عکس ها رو میفرستیم برای یه متخصص چاپ قبلش بهتره بپرسیم که چه فرمتی رو ترجیح میدن شاید بعضی خود فایل PST یا اف رو درخواست کنن که بیشترین کیفیت رو داره اما خب معمولا استفاده از فرمت JPEG خیلی سریعتر و ساده تره اما اگر خواستید از فرمت جی, جی استفاده کنید توجه داشته باشید که شاید کیفیت فایلتون اونقدر بالا نباشه برای استفاده از اکس ها در صفحه نمایش های مثل کامپیوتر و یا موبایل دوباره JPEG رایش فرمته چون حجمش کمه و خیلی راحت میشه اون رو دانلود کرد. یه فرمت رایج دیگه PNG هستش که برای تصاویری استفاده میشه که لازمه پس زمینشون شفاف باشه. مثلا مثل یه لوگو یه گرد که باید آشیه ی اطرافش رو در بیاریم و دور شفاف باشه یه دکمه ای که گوشه هاش گرده و الزامن مستطیل نیست. فرمت PNG این پس این های شفاف رو بهمون میده و اجازه میده که لبه ها رو به صورت ایجاد کنیم که بیشترین کیفیت رو داشته باشن و بریده بریده به نظر نرسن. از این فرمت بیشتر برای لوگو و چیزهای این شکلی استفاده میشه نه برای عکس. فرمت بعدی GIF یا همون گیف هستش که اون هم یه فرمت تکلایه تخته و این فرمت هم از فشرده استفاده میکنه اما با JPEG متفاوته. ما وقتی یه فایل رو با فرمت GIF ذخیره می کنیم داریم وارد یه فضای رنگی متفاوت به نام ایندکس کالر میشیم که فقط اجازه استفاده از 256 تا رنگ رو به همون میده. این فرمت هم بیشتر برای لوگو و چیزهای این شکلی کاربرد داره. با وجود اینکه فرمت گیف هم از پس شفاف استفاده میکنه، اما کیفیتش بالا نیست و به احتمال زیاد لبه های شکل ها بریده بریده و بی کیفیت میشن. اما چون فرمت گیف امکان ذخیره کردن انیمیشن رو داره امروزه برای ساخت بنرهای تبلیغاتی و انیمیشن های کوتاهی که میخوان در وبسایت ها نمایش بدن از این فرمت استفاده میکنن. فتوشاپ از فرمت‌های های ویدئویی رایج مثل MOV، H264 و DPX برای کار با ویدئو و فایل های صوتی پشتیبانی میکنه. یه فرمت جالب دیگه فتوشاپ PDF هستش که برای انتقال امن فایل ها میشه ازش استفاده کرد. مثلا شاید میخواید تصاویر رو از یه محصولی که هنوز ارزه نشده برای یه نفر بفرستید و نیاز دارید که مطمئن بشید این تصاویر در اختیار دیگران قرار نمیگیرند فرمت PDF به ما این اجازه رو میده که برای نمایش فایل و حتی برای پرینت گرفتن از اون پسورد تعریف کنیم تا از فایلمون محافظت بشه. بسیار خوب، این هم از مروری بر مهمترین فرمت هایی که در فتوشاپ بهشون نیاز پیدا می کنید و باید حتما باهاشون آشنایی داشته باشید.